سلام، به یه قسمت دیگه از بالی خوش اومدید. امروز میخوام بهتون طرز تهیه یه شیرینی بادومی رو آموزش بدم که برای نوروز هم بسیار مناسبه. میشه بهش گفت شیرینی هلالی بادومی، چون شکل هلال داره و اروپایی‌ها هم این شیرینی رو خیلی برای زمان کریسمسشون درست میکنن. به خاطر اینکه طعم خوب و ظاهر خوبی برای شیرینی نوروزی داره، به نظرم گزینه خیلی خوبیه برای ما ایرانی‌ها هم. بریم سراغ بادوم ها که من اینجا یه مقداری پرک بادوم دارم. شما میتونید از خلال بادوم هم استفاده بکنید. ترجیحاً بادوم بدون پوست باشه و میریزمش توی دستگاه غذاساز تا خرد بشه. هدف ما این نیستش که پودر بادوم بشه. اگر هدفمون پودر بادوم بود، از اول پودر بادوم از مغازه می‌خریدیم. ولی اینکه بادوم ها رو یه جوری خرد بکنید که یه کمی دونه هاش زیر دندون بره، خیلی بافت بهتری به شیرینیتون در نهایت میده. برای اینکه طعم بادوم توی شیرینی بهتر حس بشه، کلن هر نوع مغزیجاتی برای اینکه طعمشون و بوشون بهتر حس بشه توی شیرینی ها، بهتره که توستشون بکنیم و من هم این کار رو الان میکنم. توی یه قابلمه، توی یه ماهیتابه، روی حرارت خیلی پایین پودر بادوم ها رو، بادوم های خرد شده رو میریزم و هر از گاهی همش بزنین. حتما حرارتتون پایین باشه و حتما مرتب سعی کنین حواستون بهش باشه که هم بخوره، وگرنه میسوزه. بعد از یه مدتی اصلا بوی بادوم رو کاملا حس میکنین و به مشامتون میخوره و دیگه وقتی که یه کوچولو هم تغییر رنگ داد دیگه کفایت میکنه. ممکنه 5-6 دقیقه اینطورا طول بکشه یا یکمی بیشتر و کمتر. حالا پودر بادوم های توست شده رو از تو مایتابه میریزم توی یه بشقاب پهن که سریعتر خنک بشن، چون میخوایم کامل خنک بشه وقتی میایم سراغش. توی یه کاسه بزرگ کره به دمای محیط رسیده و پودر قند رو میریزم و با همزن با دور تندش برای حدود 1 دقیقه هم میزنم. اصلا نیازی نیست که زیادی هم بخورم. بعد زردی تخم مرغ به همراه وانیل رو بهش اضافه میکنم. اگر دوست داشتین توی این مرحله میتونین بهش اسانس بادام هم اضافه بکنین که طعم بادومش بیشتر بشه، اما من همین میزان طعم بادوم رو میپسندم. میریم سراغ مواد خشک. به آرد، بیکینگ پودر و نمک رو اضافه میکنم و با هم ترکیبشون میکنم و اضافه میکنم به بقیه مواد به علاوه پودر بادوم که دیگه کامل خنک شده و با سرعت کم همزن یه ذره هم میزنم تا اینکه با هم ترکیب بشن. اصلا بیش از حد هم نزنیم. بعد که دیگه ترکیب شدن، خمیر رو میریزم روی سطح کارم. همین رو 2 قسمت میکنم حدوداً. نیازی نیست که حتما این کار بکنیم، من این کار میکنم برای اینکه کار راحت تر بشه در حقیقت. و هر کدوم رو یک کمی پهن میکنم، میذارم توی کیسه فریزر، میذارم توی یخچال. اگر دیدین خمیرتون چسبندگی نداره و میتونین باهاش کار بکنین توی مرحله، نیازی نیستش که توی یخچال بذارینش. اما من الان احساس میکنم خمیرم یه 10 دقیقه احتیاج داره بره توی یخچال، میذارمش و برمیگردم. من یه تیکه از اون خمیرم رو از یخچال درآوردم و میخوام الان شکلش بدم. نیازی به وردنه و اینها نیست، با دست میتونین شکلش بدین. اگر احساس کنین سطح کارتون خیلی چسبنده است، یه کوچولو سطح کارتون آرد میپاشی بکنین که احتمالاً احتیاجی نباشه البته. خمیر رو با دست باز میکنم، کمی فشرده و بازش میکنم تا دراز بشه و ابعادش هم دیگه درازیش مهم نیستش، اما قطر و ارتفاعش چیزی حدود 4 سانت در 1.5 سانت باشه که حدودی شما چشمی هم میتونین این کار رو انجام بدین. با سایز انگشتای من شما میتونین اینو تقریبا تطبیق بدین. حالا که خمیر به اندازه مورد نظر رسید، من اینجا یک کاغذ روغنی و سینیم رو آماده دارم کنار دستم و یک کاتر گرد هم دارم که شما از لیوان و اینها به جاش میتونین استفاده بکنین. تقریبا قطر این کاتر من 5 سانته، چون این سایزش رو با انگشت منم مقایسه کنین. حتما مطمئن باشین که قبل از برش زدن خمیرتون به سطح کار نچسبیده باشه، با یه حرکتش بدین. تیکه اولی که برش میزنین رو بذارین کنار، بعد شروع بکنین به برش زدن بقیهش. میبینین که با همین برش زدن به این تکنیک، به این سادگی، این شکل هلالی رو به خودش میگیره. این که اینطوری ترک داره و اینها، اصلا نگران نباشید. اصلا نیازی نیست این خمیر خیلی منسجم باشه. همین نرمی و تردی این شیرینی به خاطر همین عدم انسجام خمیره. من همه خمیر رو همینطوری قالب میزنم، حتی تیکه دوم خمیر رو هم از یخچال در میارم و این قالب میزنم. اگر وقتی از یخچال در میارین خیلی سرده و نمیتونین شکلی بهش بدین، بذارین یه کمی از سرما بیفته. در نهایت هم این مقداری خمیر اضافه میاد که باز میتونین همون سایز مورد نظر کاتر بزنین، یا اینکه کلا هم میتونین این شیرینی رو با دست درست بکنین که من خیلی پیشنهاد نمیکنم، چون خیلی زمان بره و خیلی سایز و شکل شیرینیاتون هم ممکنه یک دست در نیاد. اینم از شیرینی ها که حاضر شدن، میذارمشون توی فرکه بپزن و برمیگردم.
اینم از این شیرنی های من که پختن. اصلا نیازی نیست که شیرنیاتون رنگ زیادی بگیره، همین که یکمی طلایی شد کفایت میکنه و برای زمان پختش هم یه حدود 12 تا 15 دقیقه ممکنه براتون طول بکشه، همینطوری چشمتون بهش باشه که یه وقت نسوزه. من الان صبر میکنم 5 الی 10 دقیقه توی سینی خنک بشه، بعد میریم سراغ قسمت بعدیش. حالا من یه مقداری پودر بادوم رو با کمی پودر قند با هم دیگه ترکیب میکنم، که البته میتونین این پودر بادوم رو اضافه نکنین، من اضافه میکنم برای اینکه طعم بادوم بیشتری حالا شیرنی ها بگیره، و این ترکیب رو الک میکنم روی شیرنی ها. این هم زیبایی به شیرنیتون میده، هم شیرینی شیرنیتون رو متعادل میکنه، چون میزان شکر یا حالا پودر قندی که توی این خمیره خیلی زیاد نیست. اگر دوست دارین شیرینی خیلی کم شیرین داشته باشین، میتونین کلا این مرحله پودر قند پاشیدن روش رو انجام ندین، اما به نظر من با این مقدار پودر قندی که روش میزنین خیلی بالانس خوبی میگیره. راه دیگه تون هم اینه که هر دونه شیرینی رو بغلتونین توی شیرینی که همه اطرافش خوب پودر قندی بشه. بعد از اینکه کامل خنک شد میایم سراغ تیست تست. فقط اینم بهتون بگم که شما این خمیر رو میتونید در هر مرحله ای که خواستین فریز کنید و حتی خود شیرینی پخته رو میتونید فریز کنید که تو قسمت توضیحات براتون مینویسم. اینم شیرینی من که من تکوندمش که پودر قند اضافهش گرفته بشه، رژیمی بشه یه ذره، یه سلیقه خودتونه. و که مال منه. به نظر من همه چیز در مورد این شیرینی بسیار بالانس خیلی خوبی داره. شیرینیشو که بهتون گفتم خیلی خوبه. از نظر طعم بادوم هم بسیار طعم بادوم مناسبی داره. اصلا چون اسانس هم به خصوص نزدیم، طعم بادومش خیلی ملیح و کافیه. و به خاطر اون پودر بادومایی که ما خودمون پودر کردیم زیادی پودر نشد، یکم این موقعی که میجوین بادومهای ریز هم زیر دندونتون میره که بافت خیلی خوبی میده با ترکیب نرمی خود شیرینی. حتما درستش کنین. به نظرم تجربه خیلی خوبیه، یه شیرینی متفاوتیه، یه تکنیک متفاوتی هم برای بریدنش استفاده میکنین که شما این تکنیک های بریدن این شکل هلالی رو اگر کار شیرینی پزی مثلا تز اینه کیک بکنین قطعا شاید انجامش دادین. اگر این رو درست کردین عکسشو برای من به اینستاگرام بفرستین، خوشحالم میشم که من رو توی یوتیوب و اینستاگرام فالو کنین. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین. تا یه قسمت دیگه از با الی، خداحافظ.